سلام دوستان خب توی جلسات قبل ما با نحوه مدلسازی ریاضی مخصوصا مدلهای خطی آشنا شدیم توی این جلسه میخوایم خودم رو در واقع توی یک سازمان یا فروشگاه خورد فروشی در نظر بگیریم خورد فروشی آنلاین امروزه خیلی محبوب شدن و خیلی در واقع فروش خوبی دارن همونند آمازون که تو کل دنیا دیگه ابرقدرت هستش علی بابا دیجیکالا توی کشور خودمون و خیلی دیگه از خورد فروشی آنلاینی که کوچیک و بزرگ در حال کار کردن هستن ما توی این جلسه میخواییم فرض کنیم که توی یکی از این خورد فروشی ها کار میکنیم سیستم این که توی اونجا وجود داره رو شناسایی کنیم و بتونیم یه مدل ریاضی واسش در بیاریم تا بتونیم بهبود بدیم همه ما میدونیم از زمانی که سفارش رو به این خورده فروشه آنلاین از روی وبسایتشون رو میدیم تا زمانی که دست ما برسه تا زمانی که دست ما برسه بازی حمل و نقل اونا هستش تو این پروسه یه پروسه آسونی نیست واقعا اینکه کالاها رو از انبار باید بگیرن به بسته بندی کنن به افراد مختلفی که وظیفه هم رو نقد دارن تخصیص بدن و تا به دست ما برسه یه کار نسبتا پیچیده و وقتی که حجم سفارش ها بالا میره واقعا مدیریتش برای انسان سخت میشه حالا درسته تو حجمه پایین یک شخص شاید بتونه این اقدامات رو انجام بده اما تو حجمه بالاتر یه مقدار که بیشتر میشه واقعا مدیریتش از در واقع یه سری جاها تصمیم گیریش با سه انسان ها سخت میشه ما هدفمون تو این قضیه چیه؟ این پروسه رو اول باید شناسایی کنیم ببینیم چه اقداماتی اونجا داره انجام میشه بعد از اینکه شناسایی کردیم به عنوان یه شخصی که برای بهبود وارد شدیم مخصوصا تو جایی که حالا حجم خریده و سفارش ها بالا هستش به عنوان شخصی که برای بهبود وارد شدیم باید چند تا چیز رو در نظر بگیریم یکی اینکه زمان هستش به خصوص از دید مشتری من دوست دارم تو اون زمانی که میخوام به دستم برسه دو هزینه هستش از دید کارفرما یا از دید سازمان اینکه هزینه اون فرایند تا جای ممکن کم بشه و از همه مهمتر کیفیت هستش مطلوبیت هستش این خود کیفیت یک در واقع یک کلمه بزرگتری نسبت به بقیه موارد هست کیفیت از دید مشتری اینکه بستش سالم و خوب برسه کیفیت از دید کارمندان اینکه مشغلهشون کمتر بشه اذیت کاری یعنی فشار کاری کمتر بشه در این حال ما نمیخوایم افراد رو توی سازمان حذف کنیم بهبود یا مثلا در واقع کار بینسازی نیستش که افراد تو سازمان حذف کنید اینکه یه شخصی فرض کنیم پشت کامپیوتر نشسته و داره میگه چه کسی چه کالایی رو ببره این تصمیم گیری وقتی تعداد حجم کالا زیاد میشه سخت میشه حالا جلوتر میبینیم وقتی که فرآیند رو خورد میکنیم این شخص نمیتونه این کار رو انجام بده و باعث اذیت اون میشه این کار هر روز باید بشینه و این افراد رو بگه چه کسی چه کالایی رو ببره و اینکه نمیتونه این کار رو درست انجام بده به خاطر اینکه یه کالایی و یه شخصی میفرسته این و بعد میفرسته این و در صورتی که بعد دوباره برگرده اینجا وقتی که اینطوری انجام میشه اون شخصی که قرار تحویل کالا رو هم بده ناراضی هستش و رضایت کاری نخواهد داشت و تاثیر میذاره همچنین بر رضایت مشتری چون ممکنه تا یاد اینجا کالا رو بده و برگرده اینجا خب دیر بشه در صورت که میاد اینجا و میره اینجا به هر ستا اینا به زمان مناسب میرسه خب توی این قضیه ما مسائل مختلف رو داریم که میخوایم با هم بررسی کنیم اولین کاری که میکنیم باید سیستممون رو بشناسیم یه روش باسه اینکه که سیستممون رو بشناسیم طراحی اون در واقع به صورت مدل شماتیک هستش واسه اینکه من این سیستم رو حالا بکشم از نرم افزار ویزیو استفاده کردم که الان دوره آموزشیشم هست توی وبسایت دیاکو و میتونیم برین استفاده کنیم و سیستم رو طراحی کنیم توی وقتی که ما داریم سیستم یا فرایندمون رو طراحی میکنیم از یک نمای کلی که اینجا هسته شروع میکنیم و اینو خورد میکنیم حالا اینجا ما این پروسه رو با همدیگه میبینیم و سعی کنیم دقت کنیم که چطور سلسله مراتب باسمون ایجاد میکنیم توی بحث مدیریت فرایندها خب ما تا تسکا و فعالیت ها خورد میشیم اما توی بحث بهینه سازی وقتی که من میخوام سیستم رو بشناسم و بهبود بدم قبلا حالا توی اصول مدیریت کیفیت و اصول سازمانی باید این مدل شماتیک در اومده باشه و بعد ما روی اینا بحث کنیم حالا فرض کنیم این کار نشده یا حالا شده مثلا به این صورت هستش ما تا جایی که لازم داریم و دیتیل میشیم تو این قسمت و بیشتر دیگه دیتیل نمیشیم و فقط اون تیکه از سیستم اون رو میکشیم بیرون خب فرض میکنیم سیستم ما در واقع از زمانی که سفارش دهنده پشت کامپیوترش نشسته و سفارش رو میده شروع میشه تا زمانی که بخواد کالا رو بگیره پس ما با بقیه موارد کاری ندارم به صورت کلی اطلاعات سفارش وارد در واقع سیستم مدیریت اطلاعات شرکت میشه خورده فروشی میشه و انبار داده میشه انبار اینا رو میگیره در واقع محصولات رو که سفارش هست رو میگیره میده به بخش ارسال و مرسولات بخش ارسال و مرسولات تعیین میکنه چه کسی و به کجا بره اون افرادی که باید حمل و نقل رو انجام بدن میگیرن بسته رو و حمل و نقل و انجام میدن و به شخص تحویل میدن خب بریم وارد بخش انبار بشیم این پلاسی که اینجا گذاشتیم یعنی این انبار زیر مجموعه داره خب. توی اینجا من وارد فرایند انبار شدم یک در واقع سلسله اومدم پایین تر حالا تو بعضی جا میاد طبقه فرایندی بعد گروه فرایندی بعد فرایندها و غیره فعالیتها و تسک ها وقتی که من تو اینجا پلاسی ندارم یعنی دیگه زیر مجموعه ای ندارم حالا تو اینجا بر اساس این روندی که کشیدی. شاید من بتونم مثلا بسته بندی یک کم بیشتر خوردش کنم ولی با توجه به اینکه سیستم کجا هست یعنی کلا فرایندهای انبار کارای انبار به این قسمت خلاصه نمیشه این فقط قسمتی هستش که من دارم کالا رو میگیرم و میخوام بدم به ارسال مرسولات پس یه بخش از انبار هستش بخش های دیگه هم وجود داره مثلا توی انبار ما باید هر سال انبار گردانی کنیم باید کالاهایی که خودمون سفارش دادیم از تامین کنندگان رو هم توی انبار بذاریم و خیلی از فعالیت دیگه پس ما فقط یه بخشی از اون رو که لازم داریم رو گرفتیم خب تو این بخش در واقع وقتی که سفارش کالا به ما رسیدهش ما اولین کاری که میکنیم میگیم آقا این کالا تو این قسمت از مکان وجود داره این کالا تو این قسمت از مکان وجود داره این کالا ببینید یک انسان رو در نظر بگیرید ببینید تو ذهنش چی داره میزنه اصلا با نرم افزار یه جوری کار نداشته باشه اون انسان اگر هیچ نرم افزاری نبود هیچ در واقع چیزی نبودش چه کاری باید تو ذهن خودش انجام میداد باید میدید اوکی این کالا تو این جای از مکان وجود داره از انبار وجود داره حالا این وسیله یه وسیله ای باید بره این کالا رو واسه ما بیاره وقتی که وسیله ما میخواد بره این کالا رو بیاره یه ظرفیتی داره یه تعدادی از این کالاهای مختلف رو میتونه توی اون ماشین خودش قرار بده و واسه ما برگردونه پس ما باید به اندازه اون ظرفیتش و بر اساس جاهایی که اون در واقع کالا وجود داره به این ماشین بگیم آقا این تعداد از کالا رو برو بگیر و بیا نباید هر دفعه بگیم که ها که این سفارش اومد برو اینا رو جمع کن بیا حالا سفارش بعدی دقیقا همون موارد دوباره بیار خب وای میسته جمع میشه تعداد سفارش ها و کالا ها زیاد میشه حالا به یه در واقع وسیله تخصیص میده اون کالا رو بر اساس و حالا مواردی که وجود داره مثلا یه کالای خیلی بزرگه یه کالای خیلی کوچیکه این کالا بزرگه به تنهایی یه وسیله لازم داره بر فرض مثال ولی این کالای کوچیکه نه میتونه زیاد باشه میتونه مثلا یه کالای کوچیک و یه کالای بزرگ تو یک وسیله برگردونه خب و این مواردی هست که باید در نظر بگیره مثلا نوع کالا ممکنه شکستنی باشه این کالا و باید با یک وسیله به خصوص دیگه اونو آوردش نمیتونیم در کنار کالای دیگه بذاریم یا بدون... باید اونو توجه کنیم یا یک کالای خطرناکه مثلا اسید اگر بیفته و اون در باز بشه حالا نمیدونم خود بسته بندیشون خیلی امکاناتی البته واسه اسید اینجور چیزا دارن ولی باید یه احتیاطی بکنیم یا حتی قیمتش مثلا شاید بخواد بره یه گردنبند فقط بیاره که این گردنبند چندین میلیون حالا تومن دیگه ارزشی نداره چندین میلیون دلار شاید ارزش داشته باشه اونو خود در واقع رئیس هیئت مدیره میره از انبار میگیره میاره دیگه یه شخصی رو شاید نفرستن و تمهیدات مختلفی رو باید در نظر بگیرن واسه این کار بعد از اینکه حالا اینا رو در واقع به وسیله تخصیص دادن باید در واقع یک مسیری رو واسه اون مشخص بکنه حالا اینا رو شاید مثلا طرف تو یک لحظه زمانی بگه اوکی تو برو اینا رو جمع کن بیا اما من کالاهامو شناسایی کردم تو کدوم محلا، بر اساس کالا یه جوری گروه بندی کردن که این کالاها رو تو یک گروه میتونیم ببریم با یک وسیله بیاریم حالا تو برو از این مسیر اینا رو جمع کن اون یکی وسیله بره از این مسیر اینا رو جمع کنه بیاره و این یکی از این مسیر بره اینا رو بیاره بعد که مسیرش هم مشخص شد اون وسیله شروع میکنه میره داخل انبار هم حمل و نقل رو انجام میده کالا رو میگیره و میبره تو یک جایی که میگن دپوسازی در واقع دپو سازی یک محلی هستش که من اون کالایی که میخوام استفاده کنم رو اونجا جمع میکنم که هر دفعه هم نرم بیام شاید مثلا یه جور موجودی هم بساش در نظر بگیرن که اصلا سفارشی نبوده ولی چون پرمصرفی اینجا گذاشتیم ولی در کل میبرن اینجا دپو میکنن یعنی انبار کوچیک میکنن نگهداری میکنن و از اونجا افرادی که باید کار بندی رو انجام بدن حالا این وسط یه جوری وجود دارن این کالا رو میگیرن میذارن توی این ریلشون و بندی رو انجام چه چجوری؟ اول میان جدا سازی کالا میکنن یعنی کالایی که میخوان توی یک بسته قرار بدن و ور می دارن که معلومه مثلا سفارش دهنده اینجا خب کالاش باید توی یک جعبه باشه حالا شاید یه شخصی یه دونه فقط سفارش کوچیک داشته باشه یه جعبه کوچیک اما شاید یه شخصی صد تا سفارش مختلف داده باشه اینا رو باید تو جعبه های مثلا دو سه تا جعبه جای گذاری کنم و بعد پس باید جعبه مناسبشون رو تعیین میکنم و بسته بندی کنم روی بسته اطلاعات سفارش رو میزنن آدرسش کجا بوده چه کسی این سفارش رو چه اقلامی تو این جعبه وجود داره و غیره وقتی که بسته بندی انجام شد میدم به بخش ارسال و مرسولات که اصولا تو همین انتهای انبار هم شاید یه دفتری داشته باشن نشسته باشن که بتونن در واقع بسته ها رو به افرادی که باید حمل نکنن کنن تخصیص بدن پس اینو تخصیص میدن به بخش ارسال و مرسولات و از موجودی انبارشون یه دونه حالا تعدادی که هستش کم میکنن که اونجا آپدیت توی سیستمشون داشته باشن که چقدر اون موجودی انبار دارن پس از موجودی انبار اینجا وقتی به بخش ارسال و مرسولات رسید کاسته میشه توی بخش ارسال و مرسولات وظیفه داره که اون کالایی که در واقع بسته بندی شده و جعبه رو تو جعبه قرار داره رو به افرادی که میخوان اونا رو ببرن تخصیص بدن چه کسی چه کالایی رو ببره به کی بده خب در واقع چه کاری رو داره انجام میده اول این جعبه هایی که وجود داره رو جعبه یک دو سه با سه سفارش های مختلفه و بر اساس یه سری اون ویژگی های حمل و نقلی که وجود داره حالا اندازه جعبه هستش قیمتش هست چرا قیمت مهمه برفرض همون گردنبندی که ما گفتیم اونجا قیمت زیادی داره اینو باید با یک ماشین مخصوصی که دوز نزنتش ببرتش دیگه خب باید تمه... تمهیدات امنیتی رو انجام بدن واسه اون کالا نوع کالا شکستنی باشه باید مواظبش باشن اندازش مهمه و اینکه مثلا سفارش دهندش کی هستش و کجا قرار داره پس من اول یه گروه بندی میکنم یه دسته بندی میکنم اونا رو بعد اولویت بندی میکنم بر اساس ویژگی ارسال بسته یعنی چی یعنی مثلا من اونی که بعد زودتر تحویل بدم اولویتش بیشتر و سریعتر ببره تو کجا قرار داره اونی که مثلا دیرتر باید تحویل بدم شاید نزدیک من باشه اونی که بعد زودتر بدم اینجا باشه خب اول باید بیام اینجا دوباره برگردم اینجا و حالا برگردم بقیه کارا رو بکنم پس یه سری اولویت ها وجود داره وسیله نقلیه مناسبش رو باید تعیین کنم و غیره وقتی که این اولویت بندی هم انجام شد حالا من باسه هر دسته که باید تحلیل داده باشه یک مسیری وجود داره من باید مسیرهای مختلف هم دوباره شناسی خیلی شبیه انبار شده اونجا انگار من دارم از انبار خودم دقیقا میدم دوباره به یعنی اون کاری که تو انبار انجام میدادم یه تیکه که میرفتم کالا میوردم اینجا هم شبیه اون رو باید انجام بدم خب فقط مسافت که تیمی میکنه خب خیلی بیشتره و پراکندگی اون مقصدهای منم بیشتره پس اینا هم باید در نظر بگیرم بعد از اینکه گفتم آقا چه وسیله ای میتونه این رو ببره و به بگم آقا فلانی تو اینو به این بسته ها رو ببر فلانی تو این بسته ها رو ببر و به اینجا برسون اون شخص میاد کالا رو بار میزنه توی وسیلهش حالا با اپراتورایی که دارن بار میزنن تو وسیله و میره تو قسمت فرایند حمل و نقل تو بخش حمل و نقل وقتی که کالا رو بار گرفتن از بخش ارسال و مرسول ها اصولا دیدین مثلا یه هماهنگی انجام میدن آقا فلان نیمه تو فلان ساعت دارم میرسم بعد مسیر رو طی میکنه میرسه به اونجا بستر تحویل میده تاییدیه میگیره امضا میگیره یه نظرسنجی هم دارن اصولا که این فرایندش انجام میشه و به مشتری تحویل داده میشه حالا کاری که ما میکنیم این الان فرایندی هستش که داره انجام میشه توی خورده فروشی خب حالا من به عنوان یه مهندسی که میخوام این کار رو بهینه کنم یه شخصی که تق عملیات خوندم و میخوام مدل سازی کنم و این کار رو بهینه کنم این کارهایی که میتونم مدل کنم رو یعنی میتونم بار کاری رو کم بکنم رو باید شناسایی کنم مثلا تو قسمت انبار این شناسایی محل کالا خب کار سختی نیستش نیازی هم به مدل سازی ریاضی نیستش هر کالایی که سفارش دادیم یه سری مشخصات داره شماره آیدی اون کالا هستش بعد مکانش هستش اندازش هستش وزنش هستش اینا رو وظیفه انبار هست که توی سیستم انبارداریش مشخص کنه وقتی که وارد میکنه یه کالایی رو توی سیستم انبارش خب پس من مشخصات کالامو توی سیستم انبار باید داشته باشم اگر نداریم باید سیستم انبارمون رو درست کنیم بعد میاد تخصیص کالا به وسیله این کار رو یک شخص تو ذهنش داره انجام میده ما باید بیایم بگیم اوکی ذهن تو نمیتونه همه موارد رو در نظر بگیره من اینجا نیاز دارم به یک ذهن ولی میشه گفت هوش مصنوعی که این کار رو انجام بده از طریق مدل ریاضی و توی تصمیم تو کمک کنه به من اینا رو تخصیص میدم برای تو اگر اشتباه بود خب بیا درستش کن ولی چون اینقدر حجم کالا زیاده نمیتونی بیای درستش کنی اینم هست و بعد تخصیص بدم مسیر به وسیله نقلیه یعنی وسیله نقلیه چه مسیری رو باید طی کنه اینم نیاز به مدل ریاضی داره چون مسیرهای مختلفی وجود داره حالا ما تو این قسمت اینایی که گفتیم انا تیک زدم نیاز به مدل ریاضی داره که بعد باسش در بیارین توی قسمت جداسازی کالا بر اساس مشخصات هم من دوباره نیاز به مدل دارم وقتی که کسی که میخواد بسته بندی کنه میخواد اینا رو توی یک جعبه قرار بده و تعیین جعبه مناسب رو انجام بده باید بیاد بگه خب من اینا رو کدوم رو در نظر بگم که تو این جعبه وجود داره این همه کالا وجود داره میتونم اونایی که جلو چشم ببینم مثلا تخصیص بدم ولی شاید یکی اون پشت نتونم ببینم خب من الان میدونم چه چیزایی تو دپو وجود داره پس یه مدلی در میارم که بهت بگم باقا تو عزیز برو اینا رو وردار بذار توی این جعبه جعبه بزرگ جعبه کوچیک هر چیزی خب پس اینا رو انجام میده میبره بسته‌بندی میکنه پس اینا هم نیاز به مدل داره این قسمت هم که دوباره جعبه ها اومده و من میخوام اونایی که با هم هم کنم رو تشخیص بدم هم نیاز به مدل داره که میتونیم این کار رو بهبود بدیم اولویت بندی مسیر و مسیریابی هم که یک در واقع مدل لازم داره که مدل معروفی هم داره و تخصیص وسیله مرسوله به وسیله که اینا رو با هم تو جلسه بعد میبینیم حالا اونجا دقیقتر مشخص کردیم و با توضیحات که تو جلسه بعد میبینیم پس من به عنوان یک شخص اومدم اول سیستممو رو شناختم فرآیندم رو جز کردم تو اون قسمتهایی که لازمه من اومدم بعد در موردش بحث کنم مثلا همین من سیستم رو که کشیدم کلی روی کاغذ نوشتم فکر کردم با افراد مختلف بحث کردم که آقا اینجا نیاز داره اینطوری باید انجام بشه به یک چیزی که الان وجود داره رو نوشتم و به چیزی میخوام حالا تبدیلش کنم که بهتره نمیخوام خرابترش کنم این کارا رو کردم که ریشه یابی کنم که به یه چیزی برسم که بهتره خب که حالا تو جلسه بعد اینا رو با هم دیگه خورد میکنین که چطور در واقع باید تصمیم گیری رو تو این موارد انجام بدیم ممنونم از توجهی که داشتین خدا نگه.